سلام به همه گی، خوش اومدید به این قسمت برشن اپریشن. دو دوست سری بریم تو چالش مزش کن از سینا سایی. اسی هم بگو دیگه. اسی که اسپانسا. سلام، روحام هستم. سلام عزیزای دل، سهرام هستم. پر از انرژی باشید، امیدوارم که برعکس گفتم. و چطورید عزیزای دل؟ ولی منظور رو رسوندم. 100% خیلی خوبه عزیزای دل. آقا یه سری بگو، همینو می‌خواستی بگی. صدا چی شد؟ الان صدا اوکیه بچه‌ها؟ ما کامنت‌های کامنت زیاد داشتیم، دیدیم که خیلی شاکی بودیم. اینکه آره، حالا یه اختلالی توی میکروفون به وجود اومده بود که سعی کردیم این سری حلش کنیم و امیدواریم که حل شده باشه. ستونای دل، یه سری باتری گرفته بودیم از یه سری نوابق که مثل این که باتریاش مزخرف بود. آره یه سری آره، و رفتیم یه جایی که تخصصی باتری کار میکرد باتری. و گفت اصلا اینا چیه خریدین؟ یارو صابونه باتری با نون پنیر میخوره اصلا اینجوریه، اصلا هیچی. بعد این از میکروفون اوکی شد، ولی یه سورپرایزی در آینده داریم که بهتون خواهیم گفت و نگین اونو الان تو کامنت ها، ولی آیا دقیقاً یه سورپرایز براتون داریم که بهتر میشه. خب خیلی قرار بهتر. قبل از این که بریم فریسال سیاسای عزیز رو ببینیم، جا داره یادی کنیم از اسپانسر عزیزمون اکانتی شاپ، که اکانت های اسپاتیفای، نتفلیکس، اپل میوزیک، یوتیوب و و و و کلی چیزای دیگه داره که کد تخفیف و راه‌های ارتباطی توی دیسکریپشن هست. حتما سر بزنید کد تخفیف، برای بچه‌های ما استفاده کنید از کد تخفیف. راه ارتباطیشون هم هست، همین دیگه، حتما سر بزنید. خیلی خفنه، فوق‌العاده است، بین رقبا بهترینن، میتونید خیلی راحت بهشون اعتماد کنید. خب بریم که داشته باشیم سیاسای عزیزو. بریم حاجی، بریم. چالش چیه گفتی؟ اون یه دیس 20 ثانیه‌ای که گفته بود توضیحی داره، با شروین حرف می‌زد، گفت شروین جانم من باشه فرمونم، هر لحظه چیز جدید می‌بینم. دو دل چالش مزش کن، که مثل این که قراره با مزش کن قافیه بیاد تا آخر. تک قافیه، تک قافیه 4 دقیقه، 4 تا فلو، 4 4 آره گفته بود، گفت کار جدیدم 4 تا فلو داره ولی با یه قافیه تا آخر. بریم اگه اشتباه نکنم، بریم که داشته باشیم یا نه. بریم. ساوند انجینیرم شروین رادفر عزیز گل. بریم شد 4-4-1 ها، 4 تا فلو، 4 دقیقه، یه قافیه. منظور اینه فکر کنم لایف پرفورمنس. خوب نظر اوتوماتیک ستون چیه؟ این فکر کنم اسپانسر ها؟ ایبل تالین، مرسی از حمایت از محیط زیستتون و استفاده نکردن از نایلون و پلاستیک. خیلی نکته بود که من متوجه نشدم این جدیدن توی تمام تبلیغات، توی تمام ویدیو فیلم ها باید این استفاده کنم، مخصوصا که لاکیه اون چیزی که توشه. زنده باد چه لاکه این؟ توره؟ نه پشتش، پشتش که نایلون نیست هست؟ این الان لاک نیست مگه؟ من نمیدونم این چیه. بستنیه ستون. خب لاکه، تو لاکه. خب اونو که دیگه کارش نمیشه کرد. اون دیگه فرض کن بستنی تو توری بریزی. نمیشه که بیرون. ولی آره نایلون هم هست، چه باز خوبه. آره پلاستیک ولی... میگن اگه هر کدوممون روزی یه پلاستیک استفاده نکنیم، نمیدونم میشد روزانه چند میلیون پلاستیک و کلی کمک میکرد به چرخه. آره. من سعی میکنم تا جایی که دستم و بغلم جا میگیره همیشه من اصلا خرید میکنم. آره نایلون نمیگیرم. حالا شاید یه سری بگن اصلا اشتغال زایی ها رو به چخ میده اون چیزا، نه از اون زاویه نگاه نکنید. چرا توری تولید کنن؟ توری تولید کنن همون کارو. آره و در کنار اون من اصلا رسید نمیگیرم. زنده باد. کاغذ هم نمیگیرم. کاغذ نمیگیرم از بانک، مثلا میگه رسید میخوام، مثلا اکثرا سعی میکنم مشاهده رو بزنم فقط موجودی بگیرم. بریم آجی، خیلی خوبه. اسمسم فعال کنید. آره. خیلی کار میشه کرد برامون. دمتون گرم. سینا سایی عزیزم که همیشه تو دل کمپین مزش کن به کلاس پایه و مبانی علوم قافیه داش سینا خوش اومدید. اوه نازم.
پوز کدر فرترس تصور هنوز تو شهر میزنم با بکسم دور میان پیشم و میخوان از هم داره بالا میشماره تصور داره میشماره یا بیتار داره میشماره غافیه های همون مزدش کنه پوز کدر فرترس تصور هنوز تو شهر میزنم با بکسم دور میان پیشم و میخوان از هم اکس مردم همینم قوت قلب خود رو تشکر این باز مصبتی که هی میده تششو اخم نکن صاف وایس و کج نشون هنوز تی پام لش و بند کفشم شل و مایک جل و رفم میگیره مثل مشهر گل توجه 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 از پیش دایسایی نمیخور و پرچم جون هنوز من کی داره تو این بازی تسلو بردم اکسب کن مثلا رجز تو بد میده این مبارزه تو قفص خور کشکی نمیاره جلو هوکش تعمل پس فک مک بوم جلوی این تکلم و تمرکز بالاست و ندم بول تو این شطرنج هول بکنی زدم گل و تقلب یا میشم با قلم پر پس من دارم میترکونم تو فقط زول چون نیست نمیم بابا مگه میشه نقافی با مزدشون سای سلطانه بچه خدای چند تا قافی با مزدشون میتونستیم بگیم خدایی چند تا قافیه و مزدش کن میشد گفت مثلا کن مثلا میشد پنچر کن مزدش کن دادادان همین ولی خب این داره فلو هم میزنه عکس مردم دادادان آره داره فلو هم میشم میزنه میشم با غلم غور آره باریکلا واقعا ببین توانایی داره نشون میده چیز دیگه رجزخونی خفنیه تو تمرکز بالاست و ندم بول تو این شطرنج هول بکنی زدم گل و تقلب یا میشم با قلم پر پس من دارم میترکونم تو فقط زول چون نیستم همش زول تو دارم تخصص یعنی تبخور که روی یه چیز نگه میدارم هم وزن و هم رو همون حال موضوع داره میشه هم از لول وای به خند از شد هنو نکو به دیگرم هم میاد وزد رو که یه خاطر بیرون بیاره از دستندو یه روز مصاحبه داشتم در صدت شوق نگم که تو چه استرسی بودم من متوجه شده چی گفت؟ من دارم با همین کلمات بازی میکنم برای وضع قافیه که همین هم آفرین ستون موضوعی رپ کردنه یعنی ببین اومد بعد گفت این خودش قدرت رو نشون میده که روی یه دونه هم وزن رو دارم نگه میدارم هم قافیه رو موضوع هم دارم میگم تازه الان میخواد اون روی طنزم هم بالا بیاد میدونین که سیناسایی اکثرا طنزم کار میکنه تو رپاش جا میده مثلا فرق قافیه 35 مت آره مثلا اون طولانی بود ستون طنزبازیش تو همون طولانی بود به نظر من خیلی خفن بود نستو یارم بخشم کافی بود که ریلکشم خوب خانومم سری توی دیوان آب هر کرد قرص پوشیدم کت و شلوارم و زدم بعد از رو ماشین استارت خورد و بستم کمر بند و موزیک گذاشتم و گرفتم با سر ضربه دادم از شرک تا زفر به ضبطم ولکات اتاق مصاحبه رنگم سر میخوره رو پیشونیم قطرهای عرق سر تو شده شرم فوس و کل بدن خوش و چشم به چشای آقا شده رسما خوف لاغا آقا یادم کچه خوف پاشو به کبی تو بالا تنش بجو به گردنش دادی پاش چوب کلید و بالا دلت چی؟ پرچم تو تنم خوص و کل بدن خوش و چشم به چشای آقا شده رسما خوف لاغا آقا یادم کچه خوف پاشو به کبی تو بالا تنش بجو به گردنش دادی یا لم قردم فرم و دستاش تمیز میکنه با پدر کل و تخت هی میزنه روی برد مر تا سیگار میمتش رو در آورد من تبخم یه مردک رو دیدم که میزنه به یخمک پک پاشد و وایساد رو به روم و با لبخند گفت امان از این اقتصاد و از این تورم من میترسیدم بزنه به این دک دک نوت رو میز یه وزق رو دیدم سری یه مگز خورد حالا غیرو گوشی میسکالای زنم تند و پشت پنجر چون تو توهمه دیگه گفت توهم زدم یه مردی که داشت میزد به یخمک پک. پک دیگه داره الان توهمشو چیز میکنه یه وزق نمیدونم چی مگز خورد و میترسیدم بزنه اون لک لک نوک به هم. وای اون مرده که چوب کبریت و اینا به لک لک تشریح کرد از این اقتصاد و از این تبرد من میترسیدم بزنه به من لک لک نوت رو میز یه وزق و دیدم سری یه مگز خورد حالا غیرو گوشی میسکالای زنم تند دو پشت پنجره دیدم دست یه دلق گل و ویس و تا باز کردم خورد پشمم رو قرص صبح نخونه بودم رو بستش شد هیچی انگار کوبیدم تو سرم پوت هنون یعنی بیکارم و میدم به بچم فوش ایناش خالا کارمون تو به سگ من شد یعنی بیکارم و میدم به بچم فوش ایناش خالا کارمون تو به سگ حتمن شد این قافیه نبود آبای دیگه آبای هم وزنه دیگه
نمیدونم یه نفسی یه گلوی تازه کنه دو سه قصد داره. نه شمارش خوردش دارم میگم. آه شمارش خورد شمارش خورد آه شمارش هم مثلا ده زیاد آفیه مثلا نیست. آوای هم وزنه ولی مثلا زنه. همین قرقره تبسم بس دیگه داستان و بس تخیل بذاریم نقطه پایان این سرفصلو بگیم از حسی که داده به این فلک اوج نگینه درخشان انسان و قلم روش همون صدا که میاره برا بشر سول یعنی عشق عشق خوش دلالو و تویی که در تو اینو شده تولد رو تو رو دارم یعنی دارم تا عبد اون رو پیدا شدم تا در تو شدم کم کم گم و تا اومدی اون آدم پکر مرد و شدی نور. تا اینجا سه تا موضوع مختلف بودا. آره یه دونه از مصاحبهش گفت و فان بود. الان اینجا اون لافتور احساسی همیشگیشو داره میگه. یکم که داشت چیو میگفت؟ یکو یادم رفت. گفتش که بیدار شدم صبح و شدم. اوکی. مال قبل روزمرگی رو داشت میگفت و قبل اون مصاحبه است. زندگی بود شدی تجمع خوشمی که ادامه میدم تو این ملقود نباشی یه مش مریضی میکنم تک تک بود همه چیز میشه از رو توی روند مرد تو خودت یه تصویر زیبایی با هشتگ بود صورتت یه دنیا رو میاره تو تجسم که چشات دروازشه رو اونو نبند تو ابواد میزنه هزار تا غزل مرد تو دوش حافظی گرفت با تو این نفس اونت این افسانه شد یه دنیا رو میاره تو تجسم که چشات دروازشه رو اونو نبند تو ابواد میزنه هزار تا غزل مرد تو دوش حافظی گرفت با تو این نفس اونت این افسانه شد قلبت و قلبم زوج و تنت با روحم و روحت با تنم جفت میشنومت که دارم روز و شبم شوق و شدم ونت سمفونی تو دفتر نوت شدم ونت ونت گفت فکر از یعنی دیدگاه خانم داشت میگفت شده قلبت و قلبم زوج و تنت با روحم و روحت با تنم جفت میشنومت که دارم روز و شبم شوق و شدم ونت سمفونی تو دفتر نوت. یا نکنه خانومش داشت ولت ونگوگ میگه سمفونی تو دفتر نو مرد همون دیگه ونگوگ ونگوگ بود ونگوگ نقاش بود نقاش بود گوشه ما داشته بود آه سمفونی تو گوشه شما نید نمیدونم این افسانه شده قلبت و قلبم زوج و تنت با روحم و روحت با تنم جفت میشنومت که دارم روز و شبم شوق و شدم ونت سمفونی تو دفتر نو. آره معلوم نیست تو نشدیم تو این رومانتیک اصل زب بدون تعلل با همین چند خط پول بزنیم به چارچوب بعدی این عبر شد با من بیا تا دراری از تو صدف دو روتین ساحل آروم نداره اصلا زب چون تیغ خلاقیت میشه تو این روند کند پس بادبان و باز و بکن به بندر پشت شروع و طلوع و آغاز و تولد هرکی که از سکون در اومد تو این نبرد برد اگه دور قلعم کندم خندق بود و ذهنم هم باید بدم سمت حرکت زب و شاخ به شاخ کجا میری 102 تا قافیه شد بودم کردم رشد تو این پنجه به پنجه غم نشد پنجه انگوش زندگی کوتاه نده به تلش دوم و هی ریسکایی که کردی رو پس نشمر و تشنه یه است جدید باش وقت نکش از تجربه های نو بکش باید تش خورد حالا هرچی دنیا زای زده دستم برد دوتا تلنگ گفت تلاش آره تمفل من موندم مثبت و داد به این سفر مست چون که خودم با خودم نکردم بدتر خورد با ترسم روبرو شدم و گفتم مرگ بر تو هی اون نمیمرد هی من میشدم زب در دو این مغزم هم چیزی غیر از این رمز نشنفت که با همه وجود لحظت و مزش کن با همه وجود لحظت و مزش کن. یزید 114 تا قافیه آورد 117 تا بود با مزش کن 117 تا قافیه با مزش کن آورد. ببین قافیه آوردن میخوام بگم شاید مثلا یه نفر بگه من بیشتر قافیه میارم خب میدونی منظور متوجه میشی؟ معمولا دوستایی هستن که اینجوری خب بحث من این نی بحث من اینه که 116 117 لحظت و مزش کن. آره دیگه خود مزش کن 117 اون یه دونه رو اگه حساب نکنی 116 حالا کار نه شاید یه سری باشن بگن که آه من بیشتر میتونم موازش کن قافی. ببین بحث این نیست بحث اینه که از موضوع خارج نشی از موضوع خارج نشی از چارچوب خارج قافیه. آره ببین از چارچوب خارج نشد نه تنها خارج نشد شاعر اینجا به جفنگ نیومد. نه میدونی چی دارم بهت میگم و شاعر مون تو چارچوب رسالتش در چارچوب حفظ کرد. آره
این موضوع ادامه داده و خیس عرق هم شده آرتیست. آره واقعا. و اینکه که ببینید خیلی گردن این بازی شاهنامه کاره اصلا. این الان این چیزی که ما دیدیم شاید الان یکی نگاه کنه چی بود، من یه دوربین کاشتن این ور رو صندلی، یه دوربین هم رو کاپوت کاشتن، دو تا دوربین ندادشم، داره اجرای زنده میکنه، 5 دقیقه 4 دقیقه داره زنده رانندگی میکنه تو اون سرصدای محیط، داره زنده رکورد میشه صداش. ببین شاید عادی بخوای نگاه کنی از دید غیر حرفه‌ای، آره یه کلیپ اومد یه قافیه دیگه. ببین میکروفونی که اونجا فکر شده کجا تو چه زاویه، این میکروفون شاتگانه، آره نقطه‌ای میگیره. خب کدوم نقطه ست کنیم و سر آرتیست باید، تو میتونی اینقدر مثلا به این سمت باید بخونی که صدا تو درست بگیره. مثال خب آرتیست فکرش هزار جا هست، در کنار این داره تکستشو میخونه، در کنار اون که تکست نویسیش هم هنر میخواست، با پاش هم داره کار میکنه، اون زیر دستش هم داره کار میکنه، رانندگی میکنه، چشاش هم داره کار میکنه. این چون قدرت این بنده خدا رو الان یزید اونی که گفته اوتوماته خودش میره بالاخره بازم بازم کار داره، بازم میخواد فرمون میخواد راهنما. میخوام بگم واقعا خفن بود. آره و سیناسایی همیشه ثابت کرد تکنیکال بودنش و ایده‌های جدیدش و ایده‌های جدیدش. قبلا گفته بود، گفته بود میدونی که من خدمت بودم، من ایده کم نمیارم، من کم کاریم به خاطر اون قضیه است. خیلی خوب آدم همتون گرم از اینکه تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. جاتون اینجاست، میدونید سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه، جاتون تو قلب ماست، بی صبرانه بی محدودیت بی حد و مرز بی وقفه دوستتون داریم. یا علی و عشق دلی خلاص.